برام خداورز سلام، وقتتان بخیر. حکومت وحدت ملی نوید سیاست جدید یا امتداد سیاست مبهم و ناکارای حکومت کرزی؟ آگاهان و امور بین المللی بیشتر منتقد سیاست خارجی 13 سال حکومت رئیس جمهور کرزند و استدلال میکنند که ناکارایی های گفتگوهای صلح و مصالحه در سطح کشورهای همسایه، عدم هماهنگی مفید برای همگرایی منطقه‌ای و کم مؤثریت حمایت های کشورهای جهان برای مبارزه با تروریسم در افغانستان برخواسته از رویکردهای دیپلماتیک سیاست خارجی افغانستان بوده است. اما پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، ارزیابی رویکردهای سیاسی سیاست خارجی افغانستان چگونه خواهد بود؟ آیا افغانستان قادر به بازنگری سیاست خارجی اش در سه سطح کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواهد بود؟ آیا اولویت‌های سیاست خارجی افغانستان مبتنی بر منافع ملی افغانستان شکل خواهد گرفت؟ تناسب میان بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مناسبات سیاست خارجی افغانستان چگونه خواهد بود و موارد بیشتر و پرسش‌های بیشتر مرتبط به این موضوعات را امشب با آقای غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان به بحث و بررسی می‌گیریم. من هم درد غفوری میزبان این برنامه هستم و شما عزیزان را به این برنامه خوش آمدید می‌گویم. آقای لیوال به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. سلام های مرا بپذیرین و سلام مرا به شنونده ها و بیننده های شما همچنان پیشکش بکن. تشکر از حضورتان. آقای لیوال، میخواستم بدانم پس از روی کار آمدن حکومت جدید وحدت ملی، پیش بینی ها و آینده نگری ها برای سیاست حکومت جدید و سیاست خارجی حکومت افغانستان در سه سطح کشورهای همسایه، منطقه و جهان از دید شما چگونه است؟ تشکر. اساساً باید خوشبین بود و دلایل هم به خاطر خوشبینی که ما یک مناسبات بهتر با همسایه ها، کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم، این ناشی میشه از جو تازه سیاسی که افغانستان، منطقه و جهان در او واقع است. ما در یک موقعیت استراتژیک بسیار جدی و مهم برای جامعه جهانی قرار داریم، خصوصا بعد از حوادثی که در شرق میانه با وجود آمدن حکومت اسلامی یا گروه داعش با وجود آمده. از یک طرف توجه جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا و ناتو با عقد پیمان امنیتی با جانب افغانستان اخیرا و گشوده شدن فصل جدید از مناسبات تعریف شده با ایالات متحده آمریکا و ناتو از جانب دیگه و شرایط نو امنیتی که در منطقه و در همسایگی افغانستان شکل میگیره، خصوصا وضعیت اخیر در پاکستان، مناسبات جدید ایران با ایالات متحده آمریکا و غرب و خصوصا اهمیت روزافزون اقتصادی آسیای مرکزی و رویکار آمدن حکومت جدید با قاعده وسیع در افغانستان با یک برنامه تعریف شده و مشخص در زمینه روابط بین المللیش، این همه موارد است که ما را خوشبین می‌سازد با وضعیت بهتر منطقه‌ای و جهانی افغانستان، خصوصا وقتی ما می‌بینیم که بعد از این ما به طرف یک تیم بهتر حکومتی که بتانه دیپلماسی افغانی را بر اساسات علمی و استوار با یک نگرش نو به پیش ببره خواهیم بود و ما امیدوار هستیم این وضعیت افغانستان را در منطقه و در جهان بهتر بسازیم.
این نوید و خوشبینی را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ یعنی این گونه میخوایم بپرسم که این نوید و خوشبینی از کجا میخیزه؟ با در نظر داشت کاستی ها و کمی هایی که در سیاست خارجی افغانستان در 13 سال گذشته از جوانب مختلف بررسی شده، اکنون چه تغییر کرده تا ما انتظار یک سیاست پویا و مبتنی بر یک استراتژی کلان را در سطح کشورهای همسایه منطقه و جهان شاهد باشیم؟ میبینم ایست که ما در عصر بعد از امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ناتو واقع هستیم و این موقعیت افغانستان را به صورت جدیش تغییر میده. ایالات متحده آمریکا و ناتو با کشوری که پیمان بسیار جنجال برانگیز و پیمانی که بسیار مردم در جهان و در افغانستان منتظرش بودن او را امضا میکنه، من فکر میکنم حداقل تصور رفتن افغانستان به انزوای بین المللی را مثل دهه 90 از بین برد و ای جدن طرز نگاه همسایه ها را به افغانستان تغییر میده. دیگر زمانه تلاش به خاطر داشتن سیاست عمق استراتژیک در افغانستان گذشته و همسایه ها با احتیاج دو جانبه ترانزیتی و اقتصادی که به موقعیت افغانستان دارن، خصوصا راه یافتن به آسیای میانه از طریق افغانستان و تولید انرژی، ای خودش موقعیت افغانستان را در ثبات منطقه‌ای و به خاطر به وجود آوردن مناسبات اقتصاد محور نو به وجود میاره. از طرف هم ما بهتر میتانیم، امیدوار هستیم که در موجودیت یک تیم متعهد، کارکن و متخصص در آینده، خصوصا در دستگاه دیپلماسی و سکتورهای اقتصادی و روابط منطقوی، ما بتانیم کار خانگی خود را بهتر اجرا بکنیم به حیث یک حکومت خوب و بهتر از گذشته. به این خاطر من فکر میکنم که خوشبینی که ما داریم برای خود دلایل عینی در افغانستان و منطقه و حتی جهان داشته میتونه. خیلی خوب، نوید و حداقل خوشبینی در قبال سیاستی که میتونه خطوط سیاست خارجی افغانستان را در قبال کشورهای همسایه و جهان خوب ترسیم کنه بر مردم افغانستان امید بخش است. اما آقای لیوال، میخوایم بدانم آیا فکر میکنین تمامی چالش ها و مشکلاتی که بر 13 سال گذشته در چارچوب سیاست خارجی افغانستان ناکارا و قابل نقد تعریف شده بود، تنها موضوع عدم توافقنامه امنیتی، امضای توافقنامه امنیتی بود یا نه در سطح منطقه و کشورهای همسایه هم نو نگرش ها و بینش ها و تعریف سیاست خارجی با ابهامات مواجه بود؟ جداً هنوز هم چالش ها و مشکلات زیاد در پیش رو خواهد بود. من هم میگم که ما تمام مشکلاتی که در 14 سال قبل داشتیم این را نخواهیم داشت. نگرش همسایه ها هم به شکل دراماتیک تغییر نمی کند. اما خب حداقل جو سیاسی تغییر کرده و زمینه سازی به خاطر تغییر سیاست ها از دو جانب به وجود آمده و شما نشانه هایش هم میبینین. سفرهایی که در این اواخر به افغانستان شد و محتوای این سفرها نشان میده که هم کشور همسایه جمله پاکستان، هم کشورهای منطقه مثلا حداقل ترکیه و سفری که در این روزها رئیس جمهور افغانستان به چین خواهد داشت،
ما امیدوار هستیم که این زمینه هایی که ما تا به حال او را به حیث امکانات بالقوه میبینیم اونا به امکانات بالفعل تبدیل شوند. شما در آینده نزدیک شاهد مناسبات بسیار نزدیک با چین خواهد بود و این خودش موقعیت افغانستان را در منطقه قویتر و مستحکمتر می سازد. و ما باز هم میگم که خب افغانستان هنوز تلاش های بسیار زیاد را هم در داخل و هم در سطح بین المللی باید بکنه. من پیشتر گفتم که کار خانگی خود را باید بهتر اجرا بکنه. پیشتر از همه ما مسئول شناخت اولویت های خود ما هستیم، چیزی که در 13 سال گذشته متاسفانه به دو دلیل ما به او نتانستیم بپردازیم. یکی که ظرفیت شناخت و توجیه کردن اولویت های افغانی در افغانستان نبود و دومی که جامعه جهانی بیشتر بر اساس تعیین اولویت های خودشان در افغانستان عمل می کردن. نقش و حضور تصمیم گیری جامعه جهانی در افغانستان محدود شده و در مقابلش نقش و تصمیم گیری طرف افغانستان بیشتر شده و کمبود ظرفیت هم تا حد امیدوار هستیم حل شوه. حکومت افغانستان با توانمندی بیشتر، با داشتن ظرفیت های بیشتر، تشخیص اولویت بکنه، هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه حکومت داری خوب، هم در عرصه مناسبات بین المللی و منطقیش، و بعداً بر اساس میکانیزم های از قبل تهیه شده و پروگرام های استراتژیک بپردازه به بررسی و رسیدگی و در عمل آوردن این اولویت ها. از کجا باید آغاز بکنیم، به کجا باید برسیم، این مهمترین کار است در پیش روی حکومت آینده که با وجود مشکلات و چالش هایی که شما به او اشاره کردین آهسته آهسته راه خود را به طرف یک وضعیت بهتر خواهد گشود. تشکر، سپاسگزارم آقای لوال. همکاران تکنیکی مشاوره یک وقفه دارن، پس وقفه ادامه این بحث. بدم بحث خوش آمدین. آقای لوال، نکته های دیگری مرتبط با این بحث وجود داره. یاد اقام میخوایم از اینجا آغاز کنم که ابزار نفوذ سیاست خارجی افغانستان چگونه است؟ یعنی با تغییر این برهه و بروی کار آمدن حکومت وحدت ملی، فکر میکنین ابزار سیاست خارجی افغانستان هم چیز تغییر کرده باشه و اصلی نکته اشاره به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سیاست خارجی افغانستان دقیقاً در قبال کشورهای همسایه داره؟ یک نکته بسیار جالب در این زمینه میتونیم داشته باشیم. در صحبت های که دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان با آقای سرتاج عزیز مشاور حکومت پاکستان در امور بین المللی و شورای امنیت اونا داشت، از این که آغاز کرد که ما باید فضای اعتماد و باور را ایجاد کنیم و به خاطر ایجاد فضای اعتماد ضرورت به عمل کردن و بیشتر به عمل آوردن وعده ها است نسبت به صحبت کردن و مذاکراتی که نتیجه عملی در پی نداشته باشد. به این خاطر به فکر میکنم که حداقل موجودیت یا به قدرت رسیدن حکومت نو در افغانستان میدانه یک مبدع خوب به خاطر اعتمادسازی متقابل باشه، خصوصا با پاکستان، همچنان با ایران، با کشورهای مطرح در منطقه و اساسا این اعتمادسازی دوباره با امضای موافقتنامه امنیتی با قدرت‌های بزرگ جهانی عملا آغاز شد.
بای خانم من فکر میکنم که بخاطر مناسبات بهتر بین المللی شما باید فضای باور و اعتماد را به وجود بیارید. بعد از او تعریف مشخص از منافع خود و منافع جانب مقابل تان را داشته باشید و بعد از اون میکانیزم های را باید به هر دو طرف با وجود بیان از جانب هر دو طرف باید باشن، این میکانیزم ها عملی باشن که هر دو طرف به خاطر تأمین منافع خودشان مشترکاً کار کردن. بله آقای لیول، یک نکته مشخصی که در این نکته شما اشاره کردین مطرح یا موضوع بحث میتونه قرار بگیره، نکته منفعت افغانستان در قبال چگونگی تامین ارتباط و مناسبات با کشورهای دیگه است. آنچه قابل نقد بوده در 13 سال گذشته و پس این که نتوانسته حکومت رئیس جمهور کرزی همین مناسبات را طور رقم بزنه که منفعت افغانستان در تامین ارتباطات سیاست خارجی دیده شود، این نکته را چگونه ارزیابی میکنین شما؟ من فکر میکنم که یک چیزی که بسیار مهم است این است که افغانستان در منطقه قرار داره که متاسفانه تعریف امنیت ملی را در بر میگیره برای کشورهای همسایه و منطقه. تعریف منافع صرف منافع ملی است، یعنی در جهان امروزی تمام این مفاهیم قاعده منطقوی و جهانی داره و اما متاسفانه در منطقه که ما قرار داریم هنوز مبحث امنیت منطقه‌ای، مبحث انکشاف اقتصادی به سطح منطقه و چیزی را که ما تفاهم بین کشورهای یک منطقه می نامیم، چیزی را که ما تعامل بین کشورهای منطقه می نام می مانیم و هنوز متاسفانه جای خود را نداره. آهسته آهسته کشورهای منطقه ای را درک می کنند که بدون آوردن نوعی از تعادل بین مفهوم منطقه‌ای و منافع ملی نمیتونیم کار را از پیش ببریم و این تجربه بود که حداقل پاکستان در 13 سال گذشته داشت. اما وضاحت این نکته چگونه است؟ چگونه این نکته وضاحت بخشیده میشه که منافع ملی افغانستان در امتداد و موازی با همان تعریف از امنیت ملی کشورهای منطقه و همسایه قرار داره یا در تضاد در مقابل؟ قبلی جناب کرزی صاحب وجود داشت تا حد بعد از این وجود نخواهد داشت و یک نمونهش هم مفهوم عمق استراتژیک پاکستان است. از سوال دیگه شما را گرفتم. اساساً مشکل در هر دو طرف بوده. ما هم افغانستان نتانسته بود اولویت های سیاست های منطقی و جهانی خود را بشناسه و تعیین بکنه و به خاطر از او میکانیزم های اساسی که ضرورت است، عملکرد ها و تکتیک هایی که به خاطر به هدف رسیدن او سیاست ها است او را هم نداشتیم. و مشکلی دیگه متاسفانه منطقه‌ای و جهانی هم بود. متاسفانه برخورد جامعه جهانی با افغانستان بسیار صادقانه نبود در طی 13 سال گذشته، چون ما تعریف مشخص و چوکات های حقوقی مشخص با جامعه جهانی نداشتیم. مشکل ما با همسایه ها هم همینطور بود. برخورد همسایه بیشتر ناشی می شد از طرز نگرشی که در زمان جنگ سرد اونا با افغانستان داشتن، در حالی که شرایط دیگر شرایط جنگ سرد نبود. اینجا افغانستان به حیث یک کشور، به حیث یک قدرت منطقه‌ای، به حیث یک کشور مطرح و مستقل
و دارای حاکمیت خودش مطرح می شد و این یک چیز غیرعادی برای همسایه ها بود. تشکر، سپاسگزارم. همکاران تکنیکی همچنان شورای وقفه دارن، پس وقفه خیلی زود دارن. با سلام مجدد به ادامه مبحث خوش آمدین. آقای لوال، میخواستم دیدگاه شما را در قبال این نکته بدانم. پس از امضای توافقنامه امنیتی، جمع میان همکاری و مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا چگونه خواهد بود؟ خب این مربوط به این میشه که دو کار که در آینده بسیار مهم است چگونه خواهد بود. یکی که میزان همکاری های ایالات متحده آمریکا و در مجموع غرب با افغانستان در چه حد خواهد بود؟ آیا قدرت های بزرگ به چگونه یک افغانستان ضرورت دارند؟ یک افغانستان استاده روی پای خودش، یک افغانستان دارای یک سیستم دفاعی که حداقل خود را وقایه کرده بتانه، و یک افغانستان دارای حکومت پویا و در حال انکشاف از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نزدیک به مردمش. و دوم ای که ما تا چه اندازه خواد تانستیم که از امکانات و فضای نوی که ما پیشتر بالاش صحبت کردیم از این استفاده بکنیم. آیا ما میتونیم مناسبات خود را به نفع افغانستان مدیریت بکنیم یا خیر؟ یک مسئله بسیار جدی است. آیا ما میتونیم او ظرفیت هایی را که ما پیشتر گفتیم در 13 سال گذشته نداشتیم به وجود بیاریم و از اونا استفاده بکنیم؟ متاسفانه مشکل اساسی که ما در داخل داشتیم، اگر ظرفیت هم وجود داشت، امکان استفاده از او در داخل حکومت نبود، به خاطر که عرصه حکومت را یک تعداد گروه ها و اشخاص به خاطر مشروعیتشان از یک جنگی که در افغانستان وجود داشت اونا انحصار کرده بودند. این مربوط به این میشه که ما تا چه حد در حکومت نو این انحصار میتونیم بشکنانیم. چهره های نو، کادر های نو، شخصیت های نو و طرز نگاه های نو که افغانستان با او اشد ضرورت داره میتونه وضعیت را بهتر مدیریت بکنه و نفع بیشتر از مناسبات جدیدی که ما با جهان داریم برای افغانستان برده میتانند. به این خاطر من فکر میکنم اگر این دو امر مهم در مسیر درستش واقع شوه، من باز هم خوشبین هستم که افغانستان میتانه از شرایط بعد از امضای موافقت نامه امنیتی سود ببره. اما از آنجایی که روابط و مناسبات میان کشورها یا در اصل در سیاست خارجی همان اصل دوسویه است، با در نظر داشت مخالفت کشورهای همسایه در قبال امضای توافقنامه، روی کرده کشورهای همسایه به افغانستان چگونه ارزیابی میشه؟ حداقل اطمینان این مسئله که امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ناتو با زیان هیچ کشور همسایه نیست، خودش میتونه آغاز یک اطمینان دهی به همسایه ها باشه، به خاطر که افغانستان در 13 سال گذشته ثابت کرده که در هر نوع روابطش با جامعه جهانی جدن در پای حسن همجواری و همسایگی خوب استوار بر منافع دو طرفه، مناسبات اقتصادی بیشتر و خوبتر، روابط بهتر فرهنگی با همسایه هایش بوده و این یکی از اساسات سیاست خارجی افغانستان را تشکیل میده. افغانستان آغاز کننده هیچ مداخله در امور همسایه هایش نیست. افغانستان هیچگاه کدام
گروپ تروریستی و ویرانگر را در منطقه حمایت نکرده به ضد کدام همسایش و اگر افغانستان در هر حد اقتدارش و مناسباتش با جامعه جهانی باشه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. من فکر میکنم وقتی که ما مطمئن هستیم که قرارداد امنیتی در ثبات افغانستان کمک میکنه و یک افغانستان با ثبات به نفع همسایه هایش هست، این خودش همسایه ها را اطمینان داده میتونه که اونا هم نفع خود را دارند در ثبات افغانستان. به این خاطر من فکر میکنم وقتی را بپذیریم که منافع همسایه ها در یک افغانستان با ثبات وجود داره، پس ما به موم اصل منافع دوسویه رسیده میتونیم در این صورتش. اما آیا واقعا کشورهای همسایه نفع خودشان را در افغانستان با ثبات میجوین یا افغانستان بی ثبات؟ چیزی که من پیشتر به او اشاره کردم، من گفتم ما در شرایط جنگ سرد نیستیم. جنگ سرد زمانی بود که همسایه ها دفاع خود را در جنگ افغانستان می دیدن. یک افغانستان و ایران به نفع از اونا بود. در شرایط نو قطعا افغانستان با ثبات به نفع همسایه هاست. ببینید من دو مثال می خواهم وارد داشته باشم. یک، قرارداد اخیری که در مورد تورید انرژی برق از طریق افغانستان به پاکستان و بعدا هم جنوب آسیا عقد شد نشان میده که یک افغانستان با ثبات پل ترانزیتی و حلقه وصل طلایی بین آسیای مرکزی، جنوب آسیا و شرق میانه است. خود پروژه تاپی یک نمونه دیگیش است و مهمتر از همه ببینید گروهک های افراطی و ویرانگری که در مناطق بین افغانستان و پاکستان وجود دارند، صرف خطرشان برای امنیت پاکستان، برای آسیای مرکزی، برای حوزه قفقاز و برای ایالت سینکیانگ چین وقتی به پایان میرسه که افغانستان با ثبات شد، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی. این دیگر روشنتر از آفتاب است که افغانستان با ثبات به نفع همسایه ها است. بله، پس با در نظر داشتین نکته ها منفعت هر دو کشور یا کشورهای همتراز با افغانستان یا در رویه ها و مناسبات همسو با افغانستان چه روی کرده های متفاوت از آدرس افغانستان نیاز است تا برای ثبات افغانستان و حداقل مبارزه با تروریسم مفید و کارا تمام شود؟ حفظ توازن در روابط منطقه‌ای و بین المللی چیزی است که از جانب افغانستان انتظارش برده میشه. دو، تعیین اولویت‌های منافع ملی ما در تعادل با روابط بین المللی ما که باید تعریف شوه و کار بسیار جدی دستگاه دیپلماسی و سیاست گذارای افغانی است که بکنند. شناخت امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان در منطقه به سطح منطقه کار دیگه است که ما باید بکنیم. توسعه روابط بین المللی ما با قدرت‌های بزرگ ولو با قبول یک تعداد ریسک‌های احتمالی که بعضاً عنوان میشه. به این خاطر ما مهمترین کاری را که داریم او ایجاد مدیریت سیاسی در داخل افغانستان است. اما نکته ای که برای مدیریت اهمیت داره، میکانیزم و کارزمای دقیق برای این مدیریت در ظرفیت حکومت پیشرو دیده میشه؟
قطعاً قطعاً ما بسیار امیدوار هستم این کاریزما به وجود آمده و اجراءات چند هفته اخیر نشان میده که این ظرفیت است. فقط باید دوام بکنه، امی اراده باید وجود داشته باشه، مردم باید حمایت بکنن. مهمترین چیز ایجاد پل اعتماد بین مردم و حکومت است. اگر این اجراءات، این قاطعیت و امی کاریزمای با وجود آمده از طرف مردم حمایت شوه، من فکر میکنم من باز هم خوشبین هستم که ما بتانیم دوام بدیم. اما نکته دیگری که باز هم قابل پرسش است این مورد است که افغانستان از چه موضعی با کشورهای حامی تروریسم باید رفتار کنه؟ ببینید کشورهای حامی تروریسم خودشان آسیب پذیر هستند و به اصطلاح عنوان کردن این آسیب پذیری ها از طرف افغانستان میتونه اونا را وادار به تغییر سیاست گذاری هایشان در قبال افغانستان بکنه و این چیزی است که ما فکر میکنم نتیجه داده. خوشبختانه افغانستان در تعادل سیاست های منطقه‌ای میتونه جلب همکاری قدرت های منطقه‌ای را با خود داشته باشه که در چند سال اخیر مناسباتشان با کشورهای حامی تروریسم بسیار نزدیک بود. مثلا چین، طرز نگاه چین به افغانستان و مقایسه مناسباتش با پاکستان بسیار تغییر کرده در سالهای اخیر. شما میفهمید که در زمان جنگ سرد و حتی در سالهای بعد از او جدیدترین و نزدیکترین متحد پاکستان چین بود، اما حوادث سینکیانگ و طرز نگاه بین المللی در مورد تروریسم منطقه‌ای و پناهگاه هایشان در پاکستان آهسته آهسته دیدگاه های چین را تغییر داد و ما شاهد نزدیک شدن مناسبات افغانستان با چین هستیم. و این خاطر من فکر میکنم افغانستان میتونه آخرین برگه های خود را هم استفاده بکنه و کشورهای حامی تروریسم را مجبور به تجدید نظر در سیاست هایشان بسازه. در نهایی ترین پرسش و نهایی ترین پاسخ خیلی خلاصه، دقیقا نوع رویه و روی کرده دیپلماتیک کشور افغانستان و حکومت وحدت ملی تاثیرگذار بر امنیت ملی افغانستان و مصالحه و صلح خواهد بود برای افغانستان یا خیر؟ دکتر اشرف غنی احمدزی هم در زمان انتخابات و هم بعد از به قدرت رسیدن یکی از اولویت های مهم سیاست را خود پیش برد هدفمندانه و مؤثر برنامه ملی صلح عنوان کرد. خوشبختانه جناح متحد در حکومت وحدت ملی تحت رهبری جناب دکتر عبدالله هم در این اولویت جدا هم فکر و موافق با تیم دکتر سیب اشرف غنی احمدزی است. هر دو تیم که حال یک تیم واحد است به حیث حکومت وحدت ملی، تمام این تیم باور دارند که پیشبرد عملی تلاش‌ها به خاطر صلح و ثبات در افغانستان یکی از اولویت‌ها
بلکه نخستین اولویت است. به این خاطر من فکر میکنم مشکلی در این زمینه وجود نداره و هر دو تیم میتونن با هم کار کنن و در اولین قدم میکانیزم های درست و عملی را به خاطر رسیدن به صلح در افغانستان روی کار بگیرن و ما موافقانه به طرف تأمین صلح در افغانستان پیش بریم. آقای غفور لوال، رئیس مرکز مطالعات منطقی افغانستان، از شما تشکر میکنم که در بحث ما حضور پیدا کردین. سپاسگزارم. و همچنان از شما عزیزان بیننده که بیننده مبحث امشب برنامه نگارش بودید سپاسگزاری میکنیم. شما میتونین دیدگاه ها و نظریات تان از طریق صفحه فیسبوک نگارش و همچنان تویتر نگارش با ما شریک ساخته با شماره تماس 0700150170 با ما در تماس شوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. با امید افغانستان مترقی و متمدن.